یکم دی ماه 1396 خورشیدی و 22 دسامبر 2017 میلادی. در امشب صفحه آخر به سندی میپردازیم که برای نخستین بار منتشر میشه، مربوط به رشوه خواری نزدیکان رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعضای بیت رهبری، از قبل یک قرارداد نفت و گاز با یک شرکت اماراتی. موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا، نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. تقدیمی این هفته به شهردار تهران محمد علی نجفی. صحبت سر قراردادی است که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بسته شد، دوره‌ای که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بود، مثل امروز که وزیر نفت این دولت روحانی است. دادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران. انتخاب شرکت کرسنت در فضای غیر رقابتی و از طریق مذاکره مستقیم انجام گرفت. بر اساس این قرارداد ایران میبایست گاز ترش یا فراوری نشده تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از دی ماه سال 1383 به امارات متحده عربی صادر کند. برخلاف عرف رایج بین المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت قیمت گاز تحویلی برای دو دوره 7 و 18 ساله روی مقدار 18 و 40 دلار ثابت میماند. بدین ترتیب امتیاز استثنایی و بزرگی به شرکت کرسنت داده می شود. موضوع زمانی عجیب تر می شود که پیشبینی مراکز و مؤسسات بین المللی انرژی روند افزایشی قیمت نفت را نشان می دهد و صاحب نظران بروز نقطه پیک اویل را در سالهای 2020 تا 2030 می دانند. به عبارت دیگر، در سالهایی که شرکت‌های نفتی منتظر قیمت‌های باور نکردنی برای نفت هستند، در قرارداد کرسنت قیمت نفت 40 دلار و آن هم ثابت فرض شده است. در آذر ماه سال 1381، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه عنوان می کند. در صورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر مصرف داخلی گاز میدان سلمان، در مدت 25 سال بیش از 20 میلیارد دلار عایر کشور می شد. در حالی که برآورد وزارت نفت از درآمد قرارداد کرسنت در طول 25 سال حدود 3.3 میلیارد دلار بود. به بیان دیگر، بیش از 17 میلیارد دلار از ارزش اقتصادی میدان سلمان با قرارداد کرسنت از بین رفت. در قرارداد کرسنت گاز به صورت فراوری نشده فروخته شد تا شرکت داناگاز به منظور فراوری گاز صادراتی متولد شود. قراردادی که میتوانست مستقیماً بین دولت ایران و امارات بسته شود، حالا با دو دلال روبرو بود. یکی شرکت کرسنت و دیگری شرکت تازه تأسیس داناگاز. خب، ماجرا چی بود؟ چرا یه همچین قراردادی بسته شد؟ چرا اجرا نشد؟ چه کسایی این وسط خوردن؟ کرسنت پترولیوم یه شرکت نفتی خصوصی مستقر در شهر شارجه کشور امارات متحده عربی است
این شرکت فعالیت خود را از سال 1971، 7 سال قبل از 8 سال حدودا قبل از انقلاب بهمن، به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد. این شرکت دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلیس، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد که توسط خانواده جعفر به سرپرستی حمید ضیاء جعفر اداره می شود. مدیر عامل این شرکت همکنون بدر جعفر است. شرکت کرسنت پترولیوم همچنین اکثر سهام شرکت داناگاز را در اختیار دارد. یعنی دو شرکت در این جریان با ایران در تماس و مذاکره بودند که هر دوش مال خانواده حمید جعفر سرمایه‌دار اماراتی است. پنجم اردیبهشت 1380 قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امضا میشه. قرارداد 25 سال است که به طور تصاعدی صدور گاز ایران به امارات از 198 میلیون فوت مکعب تا 500 میلیون فوت مکعب در روز اضافه میشه، ولی قیمت همچنان ثابت میمونه. میدان عمل هم میدان نفتی مشترک سلمانه که اشاره شد در ویدیوی اول برنامه که دیدین که 70% مخازن این میدان نفتی سلمان، میدان گاز سلمان، مال ایرانه، در ایرانه. 30% تو آبهای امارات. با دلالی و رفت آمد و مذاکره چند تا آدم های دوروبر زنگین وزیر نفت خاتمی و چند تا از نماینده های مجلس، بستن قرارداد با کرسنت به هر حال نهایی میشه. یکی از این آدما ایشون مسعود سلطانپور از نزدیکای مهدی هاشمی رفسنجانی. مسعود سلطانپور که معروف به حزب الله نفتی، رئیس سازمان تأسیسات دریایی شد، همون که اول که تأسیس شد مهدی هاشمی 22-23 سالش بود شد رئیسش، بعدم این شخص شد. الان هم تو همین کارهای نفتی آقای سلطانپور تو عراق داره کار میکنه دیگه، از ایران رفته تو عراق و بیشترم تو عراق زندگی میکنه. از نماینده های مجلس هم بیش از همه حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم بود که به هر حال با مذاکره اینا با امارات در ابوظبی و شارجه اصلاحیه‌ای در قرارداد میاد، مبنی بر این که بعد از 7 سال اول که بشکه 17.5 دلاره تا پایان 25 سال می شود ایران قیمت گاز رو تا بشکه 40 دلار بالا ببره. این اصلاحیه اضافه میشه. یعنی قبلش بود 17.5 دلار، بعد 18 دلار که بعد با این اصلاحیه شد 17.5 دلار، بعدش تا 25 سال 40 دلار. 40 دلار دیگه سقفشه. ولی به هر حال این قیمت ثابت قطعا به نفع اماراته، کما اینکه بعد از بسته شدن، ببینید یکی نتایج بسته شدن این قرارداد چی بوده. بعد از بسته شدن این قرارداد ترکیه رفت شکایت کرد به دادگاه لاهه، ادعا کرد که ایران در قراردادی مشابه بشکه 84 دلار از ترکیه میگیره. دادگاه هم حقو به ترکیه داد. 2 میلیارد دلار ایران جریمه شد که به ترکیه بابت این گرونفروشی خسارت بده. و اجرایی هم شد، قرار شد از بهمن 95 گاز مجانی به ترکیه بره تا این خسارت پرداخت بشه. ایران به عنوان جریمه میبایست 14 تا 15 ماه و به حجم روزانه 20 تا 30 میلیون متر مکعب گاز رایگان به ترکیه صادر کند. یعنی همچنان پرداخت این جریمه به صورت گاز مجانی به ترکیه ادامه داره. از بهمن 95 تا حالا هنوز یه سال هم نشد، همینجوری گاز مجانی داره میره، جریمه داره میده به خاطر اون یکی قرار داد. این فقط یه فقره چوب حراج زدن به منابع ملی ایران به دست نظام مقدس جمهوری اسلامی است. وقتی که ببینیم وضع فقر و بودجه بندی آخوندی دولت روحانی رو، این 2 میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه یا هر کشور دیگه ارزش بیش از شرایط متعارف پیدا میکنه، خیلی بیشتر. قرارداد کرسنت و شرکت ملی نفت ایران که باید از سال 84 اجرایی میشد نشد. ببینید تا
توی ویدیوی اول برنامه دیدیم که گفته شد که بعد از سال 83 اجرایی میشد. تا اونجایی که من دنبال کردم بعد از سال 84 اجرایی میشد. این قرارداد مثل همه قراردادهای نفتی، مثل همه قراردادهایی که جمهوری اسلامی با هر کشوری میبنده، هیچ چیش برای مردم روشن و شفاف نیست. شما هر چقدر برین بگردین کمتر پیدا میکنین، وقتتون رو تلف میکنین. حتی در این که 83 باید تحویل داده میشد طبق قرارداد یا 84، متن قرارداد وجود نداره. به هر حال از سال 84 بگیریم که باید اجرایی میشد، نشد. دلیلش برای اولین بار با مصاحبه محمد رضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور که بعد شد معاون اول احمدی نژاد و الان هم میگن زندانه که نمیتونم هست یا نیست، بهمن 84 رحیمی اعلام کرد که این قرارداد یک خیانت است به عنوان رئیس محاسبات کشور و ایران در این قرارداد 20 میلیارد دلار ضرر خواهد کرد، چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده. رحیمی گفت در این قرارداد میلیاردها دلار در طول 25 سال سوء استفاده میشد که به لطف همکاران دیوان محاسبات آن را متوقف کردم. عده‌ای میخواستند این مبالغ را به کام خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند. معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد مال دوره احمدی نژاد. عده‌ای با 120 میلیون دلار رشوه میلیاردها دلار از منابع کشور را فدا میکردند. ببینین این شد یه بمب خبری، ترکشش همچنان ادامه داره. اولین ترکشش این بود که ایران تعهد به امضاش رو در قرارداد عملی نکرد همون موقع. از آن سو شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و به دلیل عدم اجرای قرارداد از سال 2005 خسارت دریافت کند. کرسنت این درخواست خود را از طریق دادگاه بین المللی لاهه پیگیری کرد. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار داشت که در زمان انعقاد قرارداد فرمول قیمت به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است. روند پرونده به نفع ایران پیش می رود تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، شرکت کرسنت این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است، چون مجریان وقت قرارداد اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشدند. بر این اساس اگر ایران در دادگاه محکوم شود، علاوه بر این که باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد، باید 20 تا 30 میلیارد دلار بابت عدم اجرای قرارداد جریمه بپردازد. بزنید توضیح بدم. در پاسخ به شکایت کرسنت به دیوان بین المللی لاهه، ایران تونسته بود روند دادگاه رو به نفع خودش برگردونه با این استدلال که این قرارداد بین دو دولت مستقیما بسته نشده و این وسط فساد صورت گرفته، هم در مذاکرات با کرسنت و شرکت ملی نفت ایران و هم در حین بستن قرارداد که قیمت تعیین شده بسیار کمتر از قیمت واقعی بوده. یعنی به هر حال تقصیر رو تونسته بود تا حدود زیادی بندازه گردن دلالا و رشوه بگیره این وسط، و خودش هم قربانی این فساد و فریب دلالای فاسد معرفی کنه. عملا میتونست این ادعا با معرفی و مجازات همون دلالای فاسد در ایران با خواست شرکت ملی نفت ایران و عملا به دست حکومت ایران حکم براءت جمهوری اسلامی در این قرارداد یا شاید متوقف شدنش یا به هر حال کاملا به ضررش نشه صادر بشه. اما چه اتفاق میفته؟ سال 92 آقای روحانی که میاد سر کار، بیژن زنگه نمیشه وزیر نفت. بیژن زنگنه که در دوره او بسته شده بود این قرارداد، بارها زنگنه در دهه 80 از قرارداد کرسنت دفاع کرده بود و درست دو سال پیش از اینکه وزیر نفت روحانی بشه تاکید کرد کرسنت بهترین قرارداد گازی بوده که تاکنون امضا شده و من همچنان از این قرارداد به شدت دفاع میکنم. وقتی وزیر شد و چند تا از آدمای اصلی درگیر در قرارداد از جمله امضا کننده قرارداد کرسنت پا
پست گرفتن تو وزارت نفت دولت روحانی، برای نمونه براتون عرض کنم رکن الدین جوادی سال 81 ایشون در سمت مدیر عاملی شرکت ملی صادرات گاز ایران قرارداد کرسنت رو امضا کرده بود، تو دولت روحانی شد مدیر عامل شرکت ملی نفت. یه چند تایی هم البته افتادن زندان. یه اشاره کوتاهی بکنم، در سال 2013 یک ایرانی تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا به نام عباس یزدان پناه یزدی متولد سیرجان و دوست همکلاس مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در دیوان بین المللی لاهه درباره پرونده کرسنت در دبی ربوده شد و بنابر شواهد به قتل رسید. به اتهام قتل یزدان پناه دادگاهی در دبی ماه فوریه سال بعد یعنی 2014 سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسن در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است. عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشتند، به تشکیل شرکتی به نام جبل به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی به منظور گرفتن حق و سهم عقد قراردادهای نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند. مهدی هاشمی تو ایران به 15 سال حبس محکوم شد، اگرچه اتهام و موضوع محکومیتش هنوز برای مردم به طور کامل روشن نیست. یه دو سه تا عنوان کلی که به خیلی ها در این زمینه میبندن و اعلام میکنن، درستیش غلطیش جزئیاتش چه کردن دادگاه چی بوده، علنی که نیست، چه معلوم نیست، قراردادش علنی نیست، چه برسه به دادگاهش. با انتخاب حسن روحانی به رئیس جمهوری به ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی طبیعتاً میدانید که فعالتر شد، نقشش در سیاست داخلی ایران دوباره و بیژن نامدار زنگنه هم دوباره شد وزیر نفت و پرونده کرسنت در واقع ورقش برگشت و روند دادگاه به ضرر ایران پیش رفت. در یک کلام دیوان بین المللی لاهه ایران رو ملزم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به شرکت اماراتی کرد، با این افسوده که قرار دادن باید اجرا بشه، اون جریمه رو باید بدی، این قرار دادن من. یعنی ضرر سنگین به سرمایه ملی مملکت که میگن این سنگین ترین ضرری بوده است که از یک قرارداد نفت و گاز با یک شرکت خارجی بسته شده تا 25 سال دیگه. چرا؟ 19 بهمن 95 مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات یعنی کرسنت درخواست، اسم قبلی کرسنت بود، درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مسئله هستند. این مسئله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است. اینو کی میگه؟ 19 بهمن 95. یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده از طریق مذاکره کرسنت رو قانع کنه که از شکایتش بگذره و قراردادم همونی که بسته شده بود اجرا بشه، ولی قطعا تو امروز خبری نشده. کرسنت هم خسارت رو میخواد و هم اجرای قرارداد. حالا این قرارداد که اینقدر مشکل درست کرده واسه ایران، چرا همچنان دولت روحانی قطعا با حمایت رهبر معظم، چون همه قراردادهای نفتی رو روش نظارت داره رهبر، قطعا با حمایت رهبر روش اصرار میکنه اینقدر دولت روحانی؟ میگم با حمایت رهبر چون 15-16 ساله که داخل حکومت سر این موضوع دعواست، به ویژه در این 10 سال اخیر، و کلی خسارت مالی به مردم و منابع مالی ایران وارد آمده، ولی هیچ کلامی از رهبر معظم درباره 25 سال چوب حراج زدن به منابع میدان گازی سلمان در نیامده. چرا؟ چون هم در اسناد دادگاه بین المللی لاهه و صورت جلسه های این دادگاه روشن است که رشوه در
همه سطوح حکومتی ایران در کار این قرارداد بوده و هم جمهوری اسلامی در پی سرپوش گذاشتن روی این موضوع باز اینکه سعی میکنه که باهاشون کنار بیاد. بذاری من خدمتتون عرض کنم تو این سند که بخشی از صورت جلسه دادگاه در 28 ژوئن 2013 دادگاه لاهه، تحقیق درباره کسایی که از علی ترقی جاه دلال اصلی کرسنت پول گرفتن، تو همین صفحه 66 دو تا اسم هست که میگم تا بعد بریم سراغ آدمای اصلی. طبق این سند حسین رضایی رئیس دفتر ویژن زنگنه و همینطور عسکری منشی ابراهیم رئیسی که اون موقع قائم مقام قوه قضاییه بود نوشته آقای رضایی رئیس دفتر وزیر نفت ویژن نامدار زنگنه و پایین‌تر اسم رئیسی هم میاد به عنوان قائم مقام وقت قوه قضاییه که قاضی از آقای ملک وکیل ایران در دادگاه میپرسه که حالا توی این صفحه آخری که دیدین باز خواهید دید که از آقای ملک میپرسه قاضی دادگاه که این آخری که اسم برده شد یعنی رئیسی آیا اینم پاکت گرفته؟ که جواب دقیقا اینه، من این آنچه در انگلیسی سند هست و فارسی رو براتون میگم. جواب بله، و من شماره تلفن شخصی منشی آقای رئیسی به نام عسکری را دارم که هست 0912-159-1566. او کسی است که من به او تلفن می زدم چون مستقیم با رئیسی تماس نداشتم ولی از طریق او ارتباط می گرفتم. چی بود ماجرا؟ در همان زمان که انعقاد این قرارداد مخالفانی داشته، سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت تیمی را به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مأمور بررسی موضوع میکند که گفته میشود او نظر منفیش را به دفتر رئیس جمهور اعلام میکند و در نامه به محمد خاتمی رئیس جمهور در آذر ماه 81 روحانی مینویسد اقدام وزیر نفت ویژن زنگنه در انعقاد قرارداد کرسنت بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه انجام شده و این قرارداد دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران است. خود روحانی که رئیس جمهور میشه، همون زنگنه وزیر نفت میشه انتخاب اول روحانی برای وزارت نفت دولت خودش. ببینید بسیار مهمه این تیکه ای که میخوام براتون بخونم، ببینید چقدر موضوعای پشت پرده ای توشه. یکی از مخالفان این قرارداد در مجلس وقت که مجلس هفتم بود مهدی کوچکزاده بود. او مسئول رسیدگی به پرونده قرارداد کرسن در کمیسیون اصل 90 مجلس بود. کوچکزاده اون آدم تندروی پرسر و صدای فحاشی که در مجلس بود و الان نیست و به شدت ولایی و ذوب در ولایت. خب مسئول رسیدگی به پرونده قرارداد کرسن در کمیسیون اصل 90 مجلس بود. به هر حال موضع کلی مجلس این بود که قیمت، زمان و نحوه قرارداد مشکل دارد و قرارداد باید به نفع منافع کشور اصلاح شود. با این حال مجلسیان چرخش هایی هم در قبال این قرارداد داشتند. زمانی که بحث لغو قرارداد بالا گرفته بود، مسئولان اماراتی با دعوت گروهی از نمایندگان مجلس به همراه نگارنده اسم مستعار از آنها خواستند که از نزدیک با امکانات پالایشگاهی طرف اماراتی آشنا شوند. تنها فردی که فقط یه خبرنگار دعوت شده بود تنها فردی که به عنوان خبرنگار دعوت شده بود از این سفر صرف نظر کرد. هر چند سال بعد اماراتی ها از یک گروه خبرنگار دعوت کردند که این بار با دخالت نهادهای ناظر یعنی اطلاعات و اینها برنامه سفر منتفی شد. مطلقا خبرنگار نیارم بر این اساس معلوم نیست که در این سفر چه مواردی بحث و تبادل نظر قرار گرفت اما هرچه بود به نوعی تغییر موضعی 180 درجهی در برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که در این موضوع فعال بودن ایجاد کرد. کافیست به برخی از اظهارات آنان در قبل و بعد از سفر به امارات مروری داشته باشیم. قبل از سفر عضو یک کمیسیون ببخشید چی میگه؟ منافع ملی باید در قرارداد کرسنت حفظ شود. قیمت، زمان و نحوه قرارداد کرسنت اشکال دارد. قیمت‌های ثابت در انعقاد قراردادها بسیار اشتباه است. اینا همش مال سال 85. عضو دو کمیسیون.
قرارداد کرسنت خارج از دید دستگاه امنیتی و اقتصادی امضا شده است. اینا مال قبل از سفرها. عضو سه کمیسیون. فروش گاز به امارات توجیه امنیتی و اقتصادی ندارد. رئیس کمیسیون. قرارداد کرسنت در صورت تصحیح نشدن باید لغو شود. خب بعد از سفر. یا میرن سفر برمیگردن. حرفای بعد از سفرش. رئیس کمیسیون. با افزایش احتمالی قیمت برای اصلاح قرارداد کرسنت پیش می رویم. عضو یک کمیسیون. قیمت گاز طبق فرمولی شامل دو بخش متغیر و ثابت تعیین می شود. قرارداد کرسنت فسخ نمی شود. عضو دیگر کمیسیون. ابطال قرارداد کرسنت منتفی است. چی میشه؟ علیرضا زاکانی که نماینده مجلس بود موقع رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی سال 92 و در ضمن در مجلس مسئول بررسی پرونده فساد در کرسنت هم بود، در 28 بهمن 92 میگه از هشدارهای در 28 بهمن 92 از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون کرسنت در زمان رأی اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه در رأی اعتماد نظری بدهیم از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید. چرا؟ جواب به این چرا و چراهایی رو که من در طول گزارش مطرح کردم باید تو بیت رهبر معظم جستجو کرد، وگرنه تا حالا این ماجرا تموم شده بود. تا حالا دیدین که فسادها و رسوایی‌های بزرگی که نتونست نظام مقدس جمعش کنه و پروندهشو به ویژه ببنده و بیاد بگه بله ما اینجوری محکوم کردیم گرفتیم فلان کردیم و همش سرش تو بیت بوده. ماجرای سعید طوسی یادتونه دیگه، فقط یکی از این ماجراهاست. خب در خدمت آقای روح الله زم هستیم. آقای زم خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. چقدر اعضای بیت خامنه ای و اصولا نزدیکان رهبر نظام در این فساد و رشوه خواری کرسنت دست داشتن و دارن؟ ببینید تا الان چیزی رو که تو صحبتهای تو این 7-8 ساله ذکر کردن، خب مشخصه که بخش زیادی از نظام درگیر این قرارداد بودن. مشخصا اینا به خاطر اینکه حمله بکنن حالا به تیم سیاسی رقیبشون، این اتهامات رو حالا به مهدی هاشمی زدن، به حسن روحانی زدن و اینا، ولی از یک بخش نادیده پرونده اینا رمزگشایی نکردن که اون بخشش تقریبا یه چندین ماهه که الان در اختیار ما قرار گرفته و الان تو این برنامه قرار بازگو بشه. حالا قبل از اینکه این بخش رو لطف کنین و جلو بریم، اون اشاره که کردین، اینا گفتین که در تیم در رقابت قدرت در واقع اینا اتهامایی به مهدی هاشمی و آقای روحانی زده، منظورتون اینه که اینا غلط بوده؟ نه من قصد دفاع ندارم، مثلا تو اون بحثش هم من اصلا نه تسلط دارم نه اصلا میدونم که واقعا بوده یا نبوده. ممکنه یه سری اسناد اونا دارن که این اتهامات درست بوده باشه، اما این اسناد تا حالا نتونسته منتشر بشه و جامعه رو اقناع بکنه. فقط در حد هیاهوی سیاسی بوده که این حرفا رو زدن. ممکنه اگر اسناد منتشر بشه قطعا اونا هم دست داشته باشن. نمیدونم چی. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. که در تاریخ 24/12/85 رئیس کل دیوان محاسبات با آقای خامنه‌ای زده که من نامه رو اگه اجازه بدید بخونم توی برنامه، میگه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای سلام علیکم، در پی تماس تلفنی آقای حجازی رئیس دفتر حضرت عالی با این جانب و توبیخ بنده به دلیل اعلام وجود فساد در قرارداد کرسنت، توضیحات زید را جهت روشن شدن موضوع به استحضار میرسانم. این جانب به عنوان رئیس دیوان محاسبات در پی گزارش مدیران تو پرانتز پیوسته یک حسب وظیفه سازمانی پیگیر قضیه قرارداد کرسنت شدم و به نتایج ذیل رسیدم. یک، شرکت کرسنت توسط آقای محلوجی وزیر وقت صنعت با آقای ابتهی در ریاست جمهوری و آقای ولایتی در بیت رهبری معرفی گردید. دو، بین آقای حمید جعفر به دفعات زیاد با آقایان ابتهی و ولایتی جلسات خصوصی در مورد خرید گاز از ایران و حل مشکل جزایر با امارات برگزار گردید. صورت جلسات این جلسات موجود نمی باشد. حمید جعفر همون حمید ضیا جعفر مدیر عامل کرسنت. سه، به گفته آقایان ولایتی و محلوجی آقای حمید جعفر با آقای حجازی در دفتر مقام معظم رهبری دیدار داشتند. چهار،
قرارداد گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد می شود. 5. آقای زنگنه قرارداد را به دلایلی متوقف می کنند. 6. به گفته آقای زنگنه بعد از تماس تلفنی آقای حداد عادل و ملاقات حمید جعفر با آقای حجازی در تاریخ 15/2/83 قرارداد دوباره فعال می شود. 7. شرکت کرسنت قرارداد پرداخت پورسانت با آقای ترقی جاه در تاریخ 27/2/83 امضا می کند که این ترقی جاه همون علی ترقی جاه برادر با جناب حداد عادل. 8. مبلغ قرارداد آقای ترقی جاه سالی 3.2 میلیون دلار به مدت 25 سال می باشد. 9. آقای ترقی جاه از بستگان آقای حداد عادل و دوستان نزدیک آقای حجازی می باشد. علاوه بر آن آقای ترقی جاه با آقای باهنر نوبخت و برخی افراد دیگر که در جای خود گفته خواهد شد ارتباط بسیار نزدیک دارند. 10. مبلغ حدود 2 میلیون دلار به آقای ترقی جاه در تاریخ‌های 26 خرداد، 14 و 15 مهر 84 پرداخت می‌شود. 11. بر اساس ردیابی مالی انجام شده آقای ترقی جاه مبالغی به شرح زین را به افراد پرداخت کردند. الف 210 میلیون تومان به آقای محمد رضا باهنر. ب 150 میلیون تومان به آقای محمد حجازی فرزند آقای علی اصغر حجازی معاون آقای خامنه‌ای. جیم 100 میلیون تومان به آقای محمد باقر نوبخت. دال 20 میلیون تومان به آقای رضایی رئیس دفتر آقای زنگنه. 12. منشی آقای ترقی جاه میگوید حدود 100 هزار دلار پیوست 4 تو پرانتز در پاکت به وسیله عسکری منشی آقای رئیسی قائم مقام رئیس قوه قضاییه که اینجا اشتباه نوشته احتمالا معاون اول رئیس قوه قضاییه بوده با آقای رئیسی ارسال شده است. آقای عسکری همین موضوع را تایید می‌کند. لذا این جانب بعد از اطلاع از موارد بالا در مطبوعات خواستار لغو قرارداد کرسنت شدم، اما متاسفانه تنها پس از حدود چند ساعت مورد توبیخ آقای حجازی آقای حداد عادل قرار گرفتم. لازم به ذکر است لازم است به اطلاع حضرت عالی برسانم که تمام موارد بالا توسط سازمان بازرسی کل کشور هم بررسی شده و گزارشات آن هم به پیوست می باشد. بعد از توبیخ توسط آقای حداد عادل جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست آقای توکلی برگزار گردید و ایشان خواستار ادامه قرارداد شده اند. جالبه که توکلی الان رئیس اون بحث مبارزه با فساده ولی این قرارداد رو میگه که ادامه پیدا بکنه. آقای حجازی به این جانب پیغام دادن که این قرارداد با نظر شما امضا شده است ولی آقای احمدی نژاد از قول شما این موضوع را تکذیب میکنن. با توجه به مراتب فوق لطفا دستور فرمایید این جانب را در مورد پیگیری این قضیه ارشاد فرمایند. محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور. اون سمت آقای رئیسی در اون موقع که در این نامه رحیمی نوشته قائم مقام قوه قضاییه، در اون موقع قائم مقام قوه قضاییه بود آقای ابراهیم رئیسی. بله من معاون اولش تو نظرم نه قائم مقام بود و دادستان دادگاه ویژه روحانیت و قائم مقام قوه قضاییه. حالا اگه توضیح درباره نامه دارین بدین که من میخوام یکی دو تا سوال در این رابطه هست بکنم. توضیح که نه، نامه رو سربرگ دیوان محاسبات کشور شماره و تاریخ رسمی داره و افرادی که پورسانت گرفتن، البته یه سری افراد هم پورسانت نگرفتن، یعنی پورسانت گرفتن اما تو این نامه قید نشده. حالا نمیدونم اونو الان توضیح بدم یا بعدم بگم. بگین همین الان بگین خواهش میکنم. آره، اعضای بنیاد القدیر هستند که تقریبا 43 نفر از مسئولین نظام توشن. رئیس این بنیاد قبلا مرحوم آقای خزعلی بود و حالا تو اسامیش هست که چه کسایی تو این بنیاد هستن. اینا تقریبا بخش اعظمشون تو این قرارداد رشوه گرفتند و حالا بالاخره یه حق حسابی گرفتن. الان هم دست صدیقیه. بخش عمده ای از پولی که پرداخت شده توسط ترقی جاه به برادر حداد عادل پرداخت شده و به خود حداد عادل پرداخت شده و یه آقایی به اسم سید محمد باقر خرازی که دبیر مجمع جهانی حزب الله هست که خواهرش زن مسعود خامنه‌ایه، ایشون هم به من گفتن که یه پولی گرفته اما پول شخصی نگرفته ایشون و یک ساختمونی برای اون مرکزی که حالا مربوط به حزب الله و اینا هست توی منطقه ترشت تهران خریداری کرده بود که اونجا رو مرکزیت خودشون بکنه. ممنونم. الان عکسی که نشون داده شد زیرش نوشته شده بود حداد عادل
پدرزن مشتبه خامنه ای و باجناق علی ترقیجاه، نادرست، باجناق مسعود ترقیجاه که برادر علی ترقیجاه. باری ببینین علیرضا، من برای اینکه در یک دو مورد این نامه‌ای که رحیمی نوشته و آقای زم خوندن به رهبر معظم در افشای کسایی که رشوه گرفتن در هشداری که به آقا میده، من یه اشاره بکنم که علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس که صحبتش شد، بذارین اونو گوش بدیم از زاکانی برمیگردیم. در این مسیر دو گروه حداقل دلالی کردند. گروه اول در سال 80 79 80 آقای مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی، گروه دوم دو سال بعد در سال 83 آقای علی ترقیجاه. اتفاقا همون کسانی که امروز در دولت داعیه مبارزه با فساد دارند، چکاشون دست ماست، چکایی که از آقای علی ترقیجاه گرفتن. اون گروهی که امروز، اون حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور داره و آقای رئیس جمهور اهتمام داره، این حزب از علی ترقیجاه پول دریافت کرده، اسناد اون در قوه قضاییه وجود داره. جناب آقای نوبخت باید پاسخ بدن به ملت. ببینین این نوبخت چرا میگه باید پاسخ بدن به ملت؟ اسمش آقای نوبخت، آقای زم خوندن که در شمار کسانی بود که این وسط رشوه گرفته سر کرسنت. اسم نوبختی که میگه زاکانی قاعدتا بقیرم که تو نامه رحیمی آمده میداند و دیگرانم میدونن که بهشون وزارت اطلاعات گفته درباره کرسنت تو مجلس حرف نزنین چون قوائل ایچی رو لو میره. زاکانی آبان 95 میگه در داخل کشور پرونده فساد در کرسنت بررسی شد و تا حالا دو نفرشون بازداشت شدن، یکی ترقیجاه و یکی میرمعزی. میرمعزی منظور مهدی میرمعزی است که من نمیدونم این صحبت آقای زاکانی چقدر درسته. میرمعزی از سال 80 تا 84 مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود، الان مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد هست. لوگوی خود مدیر عامل صفحه اول وبسایتش اگه برید مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد رو میبینید. باری بعد اردیبهشت 86 اعلام میشه که حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه در دوره خاتمی و 11 نفر دیگه بازداشت شدن در پیوند با قرارداد کرسنت. که اینا بازداشت میشن اردیبهشت 86، یعنی دو ماه بعد از نامه محمد رضا رحیمی به خامنه ای. علی ترقیجاه هم بازداشت میشه اما بی سر و صدا آزاد میشه. من نمیدونم علی ترقیجاه الان کجاست که میگن اون پول کلفت رو گرفته و قرارداد دست 25 سال پول کلفت بگیره و این داستانا. و به هر حال آقای زم میدونید آقای علی ترقیجاه زندان الان یا اصلا چه شد سرنوشتش؟ علی ترقیجاه رو من تو چند وقت پیش خبر داشتم، یه جزیره خریده بود توی یه فریزون هست به اسم لابوان توی مالزیه، یه فریزونه که اونجا یه سری حسابای بانکی اینا داشتش و اون جزیره هم خریده بود که یه فرد سپاهیون جزیره رو از دستش در آورد. بعد اومد دبی یه دونه شرکت زد به اسم شرکت جوش ایران، فکر میکنم بله یه شرکت زد به اسم شرکت جوش ایران که کار سرورینگ کامپیوترهای ایران خودرو رو اینا رو انجام میداد، که اونم بعد از مدتی محمد حجازی، همین پسر علی اصغر حجازی، معاون آقای خامنه ای و یه سپاهی که اصفهانیه و صدام حالا براش جایزه گذاشته بوده و اینا، اونا رفتن این شرکت رو از دست این درآوردن و مدت پاسپورتش تموم شد، رفت سفارت پاسپورتش رو تمدید بکنه، سفارت پاسپورتش رو تمدید نکرد، الان مخفیانه داره توی دبی زندگی میکنه و اوورسته ویزا نداره و چند وقت پیشم تهدیدش کردن که اگه نیای ایران دخترتو میکشیم و اینا، که هنوز درگیر اینه که اونجا بمونه یا برگرده بیاد و فلان و اینا، که الان درگیرن دیگه با هم. صحیح. و نمیدونین که اصلا چقدر زندان بود اون موقع که گفتن سال 86 که گفتن گرفتنش؟ نه اینا رو خب زیاد نگه نمیدارن دیگه، یه چند وقتی بازداشت موقت میمونن و میان بیرون و فرار میکنن میرن بیرون دیگه. این فرار کردن مالزی و اونجا یه جزیره خرید.
ببینید تاریخ نامه محمد رضا رحیمی به خامنه‌ای که شما نامه رو آوردین خوندین، این نامه تاریخش حالا باز میبینیم اسفند 85 بالای نامه 12/85، در حالی که ببینین این تاریخ نامه، نامه کجاست؟ اینجا نامه، بله بله 24/12/85 اعلام خیانت بار بودن قرارداد کرسنت توسط همین محمد رضا رحیمی یک سال قبلش بوده، 13 ماه قبلش، بهمن 84 بوده. این یک سال گپ، چرا یک سال صبر میکنه رحیمی تا این نامه رو بنویسه؟ ببین همجوری که رحیمی تو نامه توضیح میده، میگه من اینو اعلام کردم، حداد عادل و حجازی زنگ زدم منو توبیخ کردن. بعد از این بحث فکر میکنم حالا قبلش بحث انتخاب کابینه بوده، این یه پشت پرده ای داره، انتخاب کابینه احمدی نژاد بوده دولت اولش، که آقای خامنه‌ای با وزارت کشور رحیمی مخالفت میکنه، قرار بوده رحیمی بشه وزارت کشور. رحیمی خیلی ناراحت میشه، میره پیش یکی از مقامات ارشد اون موقع کشور، میره منزلش و گله میکنه از اینکه آقای خامنه‌ای مثلا احمدی نژاد میخواست منو بذاره به عنوان وزیر کشور، ولی آقای خامنه‌ای مخالفت کرد و خیلی ناراحت بوده با اینا. من به نظرم این مصاحبه‌ای که رحیمی کرده به خاطر اون ناراحتیش بوده که آقای خامنه‌ای نذاشته که این بشه وزیر کشور و اینا، خب یه ذره اونجا خودشو خالی کرده. به اضافه اینکه بعد از این اتفاقی که میفته رحیمی کلا میاد تو تیم احمدی نژاد، یعنی قبلش تمایلی داشت به سمت هاشمی و حالا کارگزاران و اینا، میاد این به سمت احمدی نژاد و اینا توی چیزای خودشون که نشسته بودن فکر میکردن، تصمیم میگیرن که اینو رحیمی مکتوب بکنه به عنوان یک سند فسادی از آقای خامنه ای اینا داشته باشن. شاید یه بحثی که احمدی نژاد میگه میدونم و میدونم و اینا، یه بخشی شاید همین اسناد باشه که در اختیار ما قرار گرفت 7-8 ماه پیش. ولی معمولا چیزی که من میدونم مکتوب کردن مفاسد این چنینی مسئولین کشور توی جمهوری اسلامی با یه رسم نانوشته‌ای ممنوعه، یعنی کسی همچین نامه‌ای نمیذاره مثلا واسه آقای خامنه‌ای. کسی بعد از اینکه رحیمی نامه رو زد و با توصیه احمدی نژاد این نامه رو زد که حالا ما یه چیزی داشته باشیم که ما بگیم این قرارداد فساد داشته، و خود آقای خامنه‌ای دستور داده که این قرارداد با این همه فسادش راه بیفته، اون گپ به نظرم مال همین موضوعه که در آخر مثلا تیم احمدی نژاد تصمیم میگیره که از آقای خامنه‌ای یه گافی بگیره و این نامه میشه تقریبا دیگه میشه حکم تیر رحیمی که دیگه حالا میاد تو قضایای انتخاب مشایی و اینا که دیگه مجبور میشه که احمدی نژاد رحیمی رو بذاره به عنوان معاون اول رئیس جمهور بعد از اون نامه ی آقای خامنه‌ای که مخالفت کرد، چون میدونه دومین گزینه رو اگر بذاره آقای خامنه‌ای نمیتونه مخالفت بکنه و بعدش هم که دیگه زندانو از تو زندان قرار بود رحیمی یه سری پیام داده بود که من میخوام یه سری موارد رو بگم به تلافی این که منو انداختیم زندان و من امین نظام بودم، من فلان بودم، قبل زندانش هم میگفت دیگه، میگفت من امین نظامم، من فلانم، اون قرار بود بگه که خب زنش هم بیرون کشتن ولی گفتن سکته کرده و اینا، که دیگه رحیمی کلا ساکت شد و دیگه کلا فیچ. زنشو کشتن؟ از کجا میدونین زنشو کشتن؟ بر اساس اطلاعاتی که ما داریم از داخل کشور میگن زن رحیمی رو کشتن، زنش با مرگ طبیعی از بین رفت به خاطر اینکه سکوت بکنه، یعنی چون تهدید کرده بودش بله که من زندان نمیرم و منو نباید بندازن زندان، و هست توی چیزا و اینا، من اون موقع یادمه که این تهدیدا رو میکرد و اینا. بعد که رفت زندان خیلی ناراحت شد، خیلی عصبانی شد، پیغام داد که من میخوام این سری موارد رو بگم از داخل زندان، حالا پیام بدم، نامه بدم بیرون، اسناد بیرون منتشر بشه و اینا، که خب اون بلایی که سر زنش آوردن و اینا کلن دیگه اصلا رحیمی غلاف کرد و دیگه کلن رفت. ببینین حالا البته تا اسناد این موضوع به ویژه منتشر نشه یا یک گوشش، حتی در حد درگذشت یا کشتن هاشمی رفسنجانی در اون حد که اینقدر ابهام در اطراف مرگش هست، نمیشه اینو تایید کرد به طور قطع صرفا با شنیدن. ولی یه سوال مونده در پیوند با این اسنادی که شما عزیزم به دست آوردید و ما یکی دو صفحه منتشر کردیم توی این برنامه، افزون برنامه محمد رضا رحیمی به علی خامنه ای، اون اسنادم هست
که اینجور اسناد از دوروبری های خامنه ای اشاره هم کردین که ممکنه بخشی از همینا باشه که دست احمدی نژاد باشه، به همین دلیلی که میترسن بگیرنش. رک، آیا احمدی نژادی ها این اسناد و این سوال کلن ممکنه غلط باشه، ولی با توجه به اینکه خودتون اشاره کردین میگم و یه همچین دفاع نیمچه ای که از رحیمی کردین، آیا تیم احمدی نژاد این اسناد میفرسته بیرون؟ من دفاع نکردم از کسی، من فقط حق و حقیقت رو میگم. من خبرنگارم، اکتیویست سیاسی نیستم. ولی این اسناد طی یه فرایند خیلی مشکوکی از طریق یه بنده خدایی که من فامیلیشو نمیگم به اسم دکتر وحید توی خارج از کشور رسید دست من. خب یه تقرار بود یه ملاقاتی صورت بگیره که من ملاقات نکردم، ولی حالا طی یه فرایندی اسناد رو به من رسوندن و یه بحث هدایت اطلاعاتی بود که منو هدایت کنن به این سمت که اسناد رو تیم احمدی نژاد در اختیار من گذاشته. من تو این قضیه یکی دو تا چیز مشکوک دیدم و حالا چون اسم فامیل این بنده خدا رو در آوردم و اینا از داخل کشور تحقیق کردم، دیدم این بنده خدا کار پولشویی برای مشتبه خامنه ای، سردار عبداللهی رئیس فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و صادق و فاضل لاریجانی توی خارج از کشور تو جزیره موناکو انجام میده. خب خیلی برام مهم بود که این خیلی ارتباط نزدیکی داشت خصوصا با صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی و منو اصلا برد به یه سمتی که اصلا این با تیم احمدی نژاد هیچ سنخیتی نداشت و هیچ معامله هیچ قرارداد اینا نداشتن با هم دیگه. راجبش بیشتر تحقیق کردم، رسیدم به این که خب این دوتا مجتمع داره به اسم مجتمع رویال پارک در تقاطع صدر و شریعتی و یک مجتمع رویال مال داره توی سعادت آباد که این دوتا خصوصا با پول مشتبه خامنه‌ای ساخته شده. یه دفتر بهش دادن تو زعفرانیه، دفتر 300 میلیاردی، یک دفتر لاکچری که از ستاد اجرایی فرمان امام صادق لاریجانی براش گرفت و تو اونجا کار پولشویی تو اونجا کار اقتصادیش و اینا رو انجام میده که تو اون دفتر یک بارم مشتبه خامنه‌ای رفت و دیگه اومد بیرون طبقه پنجم یه ساختمونه که دوبلکسه. پشت همین دفتر خونشه که یک منزل فوق‌العاده لاکچری داره که انگار وارد کاخ و اینا داریم میشیم و عرضم به حضورتون که چند وقت میشم با محمد ولایتی پسر همین علی اکبر ولایتی یه نامه ای بیت رهبری بهش میده، معرفی نامه که خودشو هر جا میره نماینده بیت رهبری معرفی میکنه. این میرن پیش مهاتیر محمد توی مالزی چون ایران اونجا تقریبا یه 600 میلیون دلار یه میلیارد و 400 میلیون دلار پول داره که آقای خامنه ای دستور داده که این پول برای هزینه انتخاباتی مهاتیر محمد استفاده بشه که مهاتیر محمد بشه نخست وزیر مالزی تو دوره جدید انتخابات. نمیدونم چه نفعی دارن که مهاتیر محمد باید بشه نخست وزیر مالزی. بعد این فرد، من تو تحقیقاتی که کردم چون 7-8 ماه دارم تحقیق میکنم، این اسناد 8 ماه قبل 9 ماه قبل به دست من رسید با یه فردی به اسم آقای روجفیلد که 65% سهام فدرال رزرو رو داره. اینا توی موناکو قرار میذارن، روجفیلد میگه من میخوام مشتبه خامنه ای رو ببینم، مشتبه خامنه ای میترسه، میگه یه موقع مثلا خب میشناسنش بیرون قرار سوخت میشه و اینا. فاضل لاریجانی رو میفرسته که فاضل لاریجانی میره اونجا با اونا قرار میذاره سر همین کارهای پولشویی و یه سری حسابای آفشور اینا به اسم فاضل و مشتبه و صادق و اینا بیرون خارج از کشور درست کردن. و این فرد با همکاری اون بنیاد القدیری که گفتم، یه بخشی بنیاد القدیر بود، یه بخش عمدهش این فرد بود که این پولای مردم توی مؤسسات مالی که از بین رفته و اینا رو اون زمان منتقل کردن به مؤسسه منحل شده میزان که توی مشهد بود و میزان این پول رو از طریق این فرد آورد توی خارج از کشور و پولا رو سرمایه گذاری کردن بیرون و یا حالا قایم کردن بیرون. این دلیل عمده مشکلات مردم که الان دارن تو خیابونا و پولاشون نیست به خاطر اینه که این پولا اومده تو خارج از کشور از طریق همین آقای دکتر وحید که کارگزار پولشویی و مالی صادق لاریجانیه. خب صادق لاریجانی سه هدف رو من به نظرم تو تحقیقاتی که کردم سه تا هدف رو دنبال میکرد از اینکه این اسناد رو برسونه با یک واسطه به دست من. اولی این بود که موقعیت خودش رو که متزلزل هست توی قوه قضاییه تثبیت بکنه. دوم این بود که به وسیله من یا
حالا موقعیتی که هست دو خارج از کشور این لطمه رو بزنه به بیت آقای خامنه ای که اونا حواسشون بده به جای دیگه و روی این قضیه نیان سوار بشن. سوم این که این اسناد رو من احساس میکنم چون فقط دست احمدی نژاد بوده و اینا از یه جایی به دست آوردن و آقای خامنه‌ای هم میدونه که این اسناد دست احمدی نژاده، به این بهانه که این اسناد به بیرون از کشور احمدی نژاد منتقل کرده زمینه بازداشتش رو توی داخل کشور و جمع‌آوریشون رو فراهم بکنه. خب خوشبختانه من فهمیدم که اصلا این هدایت اطلاعاتی تیم صادق لاریجانی بوده به خاطر اینکه این با این سه تا هدف رو باهاش کاور بکنن که خب سوخت دیگه. بسیار سپاسگزارم آقای روح الله زم که باز در برنامه صفحه آخر حضور داشتید، استفاده کردیم. بزنید درباره این موضوع و موضوعی مشابه در برنامه‌های آینده هم هست. حالا شب دراز است و قلندر بیدار. بریم پرده آخر. من تماشا می‌کردم یه فیل رو، قیافه‌ای داره فیل، خیلی مهمه، اما هیکلش مهمتره، خیلی خورتومی و بساطی بله خیلی قیمتی هم هست فیل. آره میگفت یه وقت متوجه شدیم حدود جمعیتی از عقب اومدن به تماشای من، آخون نیده بودن با همین امام و این قیافه هندوستان و ما به تماشای فیل داشتیم میردیم و عقب هم یه جمعیت بودن ما رو تماشا بکنن. ما هم تماشا داریم آخو، ما الان بعضی مملکت ها بریم این فیل میان تماشا. بله شب و روزگار خوش. این صدای آمریکاست.